بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما عزیز هستم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما 31 امین درس از کیمیای صنف دهم را می خوانیم موضوع درسی ما رابطه آیونی هست که در کتاب شما هم آمده به نام انواع روابط کیمیاوی و اولین موضوعش رابطه آیونی یا آیونی باند است قبل از اینکه ما بخوایم رابطه آینی رو برای شما عزیزا بیاییم بگیم در قدم اول میاییم و در مورد انواع روابط کیمیاوی با همدگی یک اندازه صحبت میکنیم ببین دوستا انواع روابط کیمیاوی یعنی به صورت کل اگه ما روابط کیمیاوی رو تقسیم بندی کنیم نظر به کتاب کیمیای صنف ده البته چون یک مقدار باز تفاوت داره در بعضی سنفا نظر به کیمیای سنف ده روابط کیمیاوی چهار نوه هست چهار نوه یکیش از رابطه آیونی رابطه آیونی دیگهش میشه رابطه اشتراکی بعدیش میشه رابطه کواردینیشن کواردینیشن و یکی دیگه ایش میشه رابطه فلزی پس ما به صورت کل روابط کیمیایی را اگر از ما مثال لکانکور پرسان شود چون کانکور نظر به کیمیایی سنف ده و یازده و دوازده می آید اگر روابط چند نوست میگیم چهار نوست بگوی نام ببر و طور مثال اینی چهار دانه میشه انواع رابطه کیمیایی در این جمع و شما حالا میاییم به سمت ازی که در بین ازی روابط یکیش رابطه آیونی است و این رابطه ایونی را در کتاب آمده بر ما و شما در اینجا یک سلسله موضوعات را گفته بعضی موضوعات را اشاره کرده بر ما و شما بعد نظریه کوسیل را گفته و لیویس را گفته در سال 1916 که ما این در, در درس روز قبلی خود یک اشاره های به ای داشته می گفتیم به می ترتیب بعد آمده ساختمان ها را برای بعضی از اتم ها مقایسه کرده که اینا الکترون میگیرن یا الکترون میبازن اینا را با هم کلشی برای شما خود گفتیم و در نهایت نتیجه گیری کرده آمده در اینجا تعریف کرده رابطه آینی را تعریف کرده خب ما میاییم و با همدگه همین موضوعات را جنبندی کنیم در کتاب یک ذره پراکنده گفته شد گدود است یک ذره یک آدم به سختی میتونه که زود برداشت کنه اینجا نوشتهش میکنیم ببین دوستا گپ ما و شما هست رابطه آیونی شما چند تا موضوع باید در رابطه آیونی یاد داشته باشین از شما اگر پرسان شوه اینمی چند تا میتونه که پرسان شوه اولین مطلبی که از شما اگر امکان داره پرسان شوه رابطه آیونی نام های دیگر نام های دیگر اولین مطلبی که از شما پرسان میشه دیگه نام هایش است. آیا دیگه نام داره؟ شما برای رابطه آیونی نام دیگه شنیدین قبلا؟ خب اگه جوابتان نخیر است باید بگم که خب اشتباه کردین. اما اگه میگین بله بله درست است. نام های دیگه از ای وجود داره. ما و شما به این میتونیم بگیم رابطه برقی. پس نام دیگه ایش رابطه برقی میتونه باشه. یک نام دیگه ش هست از روی نام انگلیسی ش هست الکتروالنت الکتروالنت باند باند یعنی رابطه باند رابطه مانامت اینجا، رابطه الکترووالنت. با فارسی هم امیر نوشته میکنن رابطه الکترووالنت خی رابطه آیونی موضوع اولی که, ای که باید داشته باشی نام های دیگیش است این نام های دیگه مطلبی که باید به در این موضوع به یاد داشته باشی در قسمت رابطه آیونی همون مبحثی است که ما در روز که قبلی هم گفتیم کاشفش که برای بار اول همین مطلب کی بر ما آمد بیان کرده خب کسی که در مورد از این نظر داد برای بار اول ما روز قبلی هم گفتیم کوسیل بود که این آدم ما میگه که رابطه ها بر اساس برد و باخت الکترون به وجود میه و در نهایت رابطه آیونی رو شکل گیری کرده گپ دیگه ایره که شما باید در قسمت روابط در قسمت روابط آیونی بلد باشین همون مبحث تعریفشان هست که اینا رو ما چه قسم میتونیم بیایم تعریف کنیم خب تعریف از این رابطه هم ساده ای است که میگن به اساس برد و باخت الکترون بین با دو دانه فلز و غیر فلز به وجود میاد من اینجا نوشتهش میکنم بر اساس یا به اساس برد و باخت الکترون میان فلزات و غیر فلزات با وجود می آید پس از یادتان نره در قسمت رابطه آیونی یک موضوع از اینجا دوباره تکرار می کنیم یک موضوع نامای دیگهش کاشفش تعریفش حالا در قسمت تعریف اینجا باز میتونه که از ما دو بخش میره بسازه یکی بگه که امی رابطه آیونی بین کدام اتم ها با وجود میاد ببین بین فلز و غیر فلز بین فلز و غیر فلز یکی دیگه میتونه بگه که به اساس چی با وجود میاد خب میگیم به اساس برد و باخت الکترون ها میتونه که ای با وجود بیایه بعضی نکات دیگه هم البته ما داریم در قسمت از ای رابطه آیونی که ما تا فعلا بر شما ازا نگفتیم خوبی موضوعاتی که در قسمت روابط آیونی وجود داره همو بعضی مسائل در قسمت الکترونگاتیوتیشان و بعضی موضوعات از این قبیل هست ببینین در مرکبات آیونی من این خطم پا کنم که بتانیم راحت از این استفاده کنیم چند تا مطلب دیگه یک تفاوت الکترونگاتیوتی تفاوت الکترونگاتیوتی در مورد تفاوت الکترونگاتیوتیش از شما حتما پرسان میشه که الکترونگاتیوتی در روابط آینی چه قسمی است یادتان نره بلندتر از 1.7 هفت الکترون ولت بلندتر از 1.7 الکترون ولت تفاوت الکترونگاتیوتی بین دو دانه اتم در مرکبات آیونی هست پس تا اینجا ما یک تا نکته دیگر اضافه کردیم به این سمت آمدیم شد چهار تا نکته که اینا فراموش شما نشه تعریف بود کاشفش بود نام های دیگرش بود و به می ترتیب تفاوت الکترونگاتیفتی که در آخر آخر در اینجا گفتم میاییم به سمت بعضی از مثال ها ببینین ما و شما داریم فرض کو بین کلسیم کاربونیت از ما کسی پرسان میکنه میگه که در اینجا چه قسم رابطه وجود داره ما از کجا بفهمیم چه رقم رابطه در اینجا وجود داره بسیار راحت است اتم اول را جدا کو متباقیش جدا کو بخش دوم را همیشه تو غیر فلز در نظر بگیر همیشه بخش اول را بیا تعیین کو اگر بخش اول فلز باشه پس این رابطه بین فلز و غیر فلز است رابطه بین فلز و غیر فلز یک رابطه آیونی هست پس در این مرکب رابطه بینشان میشه رابطه آیونی در رابطه که بین از یا وجود داره رابطه آیونی است بسیار راحت میتونی تشخیص بتی رابطه آیونی بین فلز و غیر فلز است مهمی است که تو فلزات را بشناسی پس جدول را باید خوب از یاد کنی حداقل یک تکنیک ساده رو میگم غیر فلزات رو که به فلزات حفظ کو هر سمبولی رو که نمیشناختی او فلز است نابلد بودی که فلز میشه اونایی که میشناختی خب میشناختی آیون ها وقتی که در بخش دوم هر چیز قرار بگیره ولی او فلز کده اکسیژن یا کده هر چیز دیگه قرار بگیره او رو تو میگیری غیر فلز حالا اینجا یک استثنا وجود داره در مرکب امونیم امونیم نام از هست امونیم ای یک استثناء هست من حیث یک نکته رو میتونی یاد داشته باشی اگر امونیم همراه یک آیون منفی دیگه آمده باشه ای باز رابطهش آیونی است این می یگانه استثنا که یک کتیون غیرفلزی است اما نمک های از این رابطه آیونی داره به طور مثال امونیم کلوراید رابطه آیونی داره این مرکب میشه مرکب آیونی اما ای که میزان رابطه آیونی بودن از ای با ای باز متفاوت است ای باز بحث علایده است که در اینجا وجود داره در کتاب ما و شما به نام خاصیت رابطه آیونی در مرکبات کووالانسی یک مطلب را آمده گفته که در حقیقت همین مطلب هم همین مثال آخری که گفتم در اینجا قابل تطبیق هست ببینید در بعضی مواد روابط اشت... آیونی ما مرکب مرکب است که رابطه کووالانسی باید داشته باشه یعنی قاعدتا وقتی رابطه بین غیرفلز و غیر فلز بود باید رابطه باشه کووالانسی اشتراکی اما خاصیت آیونی داره ها در حقیقت موادی هستند که الکترونگاتیوتیشان تفاوت شان خیلی بلند است تفاوت الکترونگاتیوتی اگر نزدیک به یک شاریه هفت میشه بازی اصنا مواد ما کم کم خاصیت آیونی را پیدا کرده میره بنابراین در جدول هم در اینجا برای ما و تو یک مطلب را نشان داده اینجا گفته اینا کووالانت هستن اینا آیونیک هستن رابطشان اینایی که آیونیک هستن خو یک مقدار در این گراف درست نامده تفاوت بین الکترون نگاتیویتیشان اگر از 1.7 هفت الکترون ولت بالاتر بود مرکبات آیونی میشه اما اگر از اون مقدار پایین تر بود مرکبات میشه اشتراکی و در این حال در اینجا باید رو برای شما بگیم که اگر تفاوت الکترونگاتیویتی از یک الا یک اشاری هفت باشه باز پینجا فیصد رابطه ما آیونی میشه پینجا فیصد هم این رابطه میشه رابطه اشتراکی پس البته اشتراکی هم به نام اشتراکی قطبی که باز ما و شما در های آینده بیشتر میخوانیم اشتراکی قطبی چه قسم هست بناهن ما و شما امروز در مورد روابط آینی خواندیم کلا موضوعات را آمدیم ام دستبندی کردیم از قبیل تعریفش از قبیل کاشفش به مو ترتیب آمدیم ام گفتیم نام های دیگه و تفاوت الکترونگاتیویتیشان رو شما باید میفهمید. درست است که در کتاب بعضی موضوعات دیگر هم شما مطالعه کنین گفتن اما گپای نیستن که خیلی زیاد اساسی و مهم باشن بیشترین چیزایی که از شما میتونه پرسان چه اصل گپ شیره و شربت درس همون گپای بود که من تخته برای شما نوشته کردم اصل مطالبه که باید شما یاد میگرفتین شد دوستای عزیز دستیم به پایان درس سی و یکم امیدوار که درس امروز رو فهمیده باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما ازا قرار میگیرم همه به الله یک میسپارم